کتاب تحت عنوان دختران جسور، دخترانی که گفتند نه. همه نقاشی های کتاب به دست هنرمندان زن خلق شده است. نویسنده النا فاویلی فرانچسکا کاوالا، مترجم مبینا رضوانی، میلاد خان میرزایی. کتاب برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان. عنوان اصلی کتاب Good Night Stories for Rebel Girls. جین آستین. روز روزگار در مناطق بیلاقی انگلستان دختر زندگی میکرد که کتابها را بیشتر از هر چیز دوست داشت. او لم دادن روی مبل و کتاب خواندن در کتابخانه پدرش را به هر جای ترجیح میداد. او چنان غرق کتابها میشد که خیلی اوقات حتی با شخصیت های داستان ها دعوا میکرد و تصور میکرد آنها میتوانند جوابش را بدهند. جین و 7 خواهر و برادرش با هم نمایش نامه بازی میکردند و جدول کلمات متقاطع حل میکردند تا خانواده را سرگرم کنند. زمانی که او هنوز خیلی جوان بود شروع به داستان نویسی کرد. او عادت داشت که آنها را برای خواهرش کاساندر بخواند و او را بخوانند. نوشته های جین شبیه خودش روان، خلاق، کنایه آمیز و عمیق بودند. او به همه جزئیات توجه میکرد. چطور یک زوج جر و بحث میکردند، چطور آن مرد راه رفت، خدمتگارها به هم چی میگویند و اینها همه سرنخهایی بود که شخصیت آدمها را برایش آشکار میکرد. جین همه اینها را در دفتر یادداشتش می نوشت تا از آنها در رمان‌هایش استفاده کند. در آن زمان از همه دخترها انتظار می رفت که ازدواج کنند، اما جین دوست نداشت ازدواج کند و هیچ وقت هم این کار را نکرد. او در یکی از رمان‌هایش نوشته اوه لیزی، هر کار بهتر از ازدواج بدون علاقه است. جین آستین به یکی از معروفترین نویسنده های تاریخ ادبیات انگلیسی تبدیل شد. شما هنوز هم می توانید به دیدن کلبه زیبای او در یک روستای کوچک بروید، جایی که او عادت داشت پشت میز کوچکش بنشیند و در حالی که از پنجره به باغ گلها نگاه میکرد بنویسد.